در مملکتی دارید صحبتشو میکنید که مردم به این نقطه رسیدن که از این شاخه به اون شاخه فرج. من دیروز داشتم با یه همکار عزیز من و شما صحبت میکردم که خیلی هم سلام رسون، گفت من وقتی آقای روحانی آمد یه داروی رو باید برای همسرم میخریدم، 12 میلیون تومن بود، الان شده 2 میلیون تومن. من به خاطر این 1/6 شدن دارو به روحانی رأی میدم. یعنی میخوام بگم انگیزه ها و ارزیابی ها برای هر کس متفاوته. بعد یه نفر میارم میذارم اون جلو به نام رئیسی، پرونده ای در آدمکشی، قتل، چپاول تو همین یه ساله آستان قدس، اون اسماعیل آقا رو که ورشه با خودش برده و دار و دستی احمدی نژادو آباد کردن با بنیاد کرامت. خب یکم اونجا نشسته، یه طرف قالیبافه، هاشمی تبارم آوردن، آدم محجوب متین، اونم تو بازی باشه، مصطفی میرسلیم هم آوردن، ولی مصطفی میرسلیم هم بر خودش مشتبه شد، از یه طرف دست رئیسی رو میبوسه و کفششو و از یه طرف داست میگیره دستش که بجنگه. کلن اینا رو وقتی ما با هم دیگه نگاه میکنیم، چیدمان رو که نگاه میکنیم، ببینیم اینا این چیدمان رو که داشتن هرگز گمان نمیکردن که بعد در مناظرات کار به اینجا بکشه که ارزیابی من ارزیابی یا شما در پایان این باشه عجب رژیم جمهوری اسلامی 38 سال میتونست کادر تربیت کنه، نتیجه 6 تا دزد بود، 6 تا خیانتکار، 6 تا آدمکش. این صفاتی بود که من و شما نگفتیم، خداشون به هم دیگه نسبت دادن، ماها نگفتیم اینو. ما هیچ وقت در ادبیاتمون به هم به رژیم جمهوری اسلامی نگفتیم این دزدا، این قاتلا، ما خیلی مؤدبانه تر صحبت کردیم، ولی این 6 تن همدیگر رو اوریان کردن و مردم با حیرت دیدن عجب 38 سال شما دانشگاه امام صادق داشتی غیره غیره کاد تربیت میکردی. اون بدبخت رضاشاه 16 سال پادشاه بود، بچه هایی که فرستاد خارج برگشتن توشون بازرگان و حسیبی و سنجابی و نمیدونم صدیقی و آدم های زیرکزاده و اینا اومدن بیرون، اپوزیسیون هم بودن، کیانوری ازش بیرون اومد و خلاصه میخوام بگم بله اونا ارانی اومد بیرون، اون کادرها بودن و ما کادرهایی که اینا تربیت کردن دزد و آدمکش و غیره. حالا مردم چی کار باید بکنه؟ من واقعا امروز خودم آقای چالنگی در حیرت شدم، تلویزیون رودان کردستان با مصاحبه میکرد، گزارشگرش رو در تهران سلیمانی اربیل و آنکارا و بغداد نشون میداد. آخه تو صف جلوی سلیمانی و اربیل 5000 نفر واسطه باشن، یا ترکیه 1 کیلومتر صف باشه، چرا مردم میرن رأی میدن؟ برای که مردم میترسن، میگن اگر رئیسی اومد رو کار چی کار بکنیم فردا؟ این آقای ترامپ هم توی ریاض نشسته میشین، حالا پادشاه سعودی، سران کشورهای منطقه منتظر که رئیسی بشه رئیس جمهور. خب بنابراین مردم میگن اگه روحانی بیاد ما رو از خطر یه جنگ نجات میده. این منتظر نیستن روحانی معجزه کنه، کمون که در دوره اول نکرد. بله پرسش همچنان همین هست. آقای خزعلی شما امروز در تهران بودید، قطعا ناظر بودید تا این ساعت شرکت مردم رو. پرسش من این هست که از ترس آقای رئیسی، کمان که در انتخابات این هم نوعی دموکراسی اختراعی شده در ایران که از ترس یک بابای دیگه میرن به یک نفر دیگه رأی داده میشه، پرسش هم این هست به این امامزاده تا کی میشه دخیل بزن برای حل مشکلات، برای حل مشکلات اساسی که ایران در عرصه داخلی داره و در عرصه خارجی، در نظامی که حرف اول و تا آخر رو نه رئیس جمهور که ولی فقیه میزنه، هم از آقای روحانی، هم از آقای خاتمی، هم از آقای احمدی نژاد، همه اذعان کردن که ما فرمانبر و کارگزار منویات رهبری هستیم. تفسیر شما رو میشنویم. به هر حال در جهنم هم میگویند که عقرب جراره است که مردم از ترسش به مار غاشیه پناه برند. طبیعتاً
عاقل بین بد و بدتر انتخاب میکنه، وگرنه حیوان هم میتونه بین خیر و شر انتخاب کنه و بین علوفه و آتش سمت علوفه بره. من فکر میکنم که ما بایست این کار رو بکنیم. سالیانی است که ما بین بد و بدتر انتخاب میکنیم و الان مسئله حضور گسترده مردم که با یک شور و نشاطی هم در حسینی ارشاد بودن، ساعتها در صف واسده بودن، این صف تا گلنبی و بعد تا زمرد کشیده شده بود و شعارهایی که میدادن، فریادهایی که میزدن نشون میداد که آمدن نه بگوین به خشونت، نه بگوین به اعدام، نه به طناب دار، نه به تمام این 40 سال جهالتی که بر ما حاکم بوده است. من این رو افعال نیک میگیرم. مردم الان میدونن چی نمیخوان. البته اون چیزی که میخوان آیا در مقابلشون، در برابرشون نهاده شده؟ ما از سبد جنتی باید انتخاب کنیم و عاقلانه این است که چنین انتخابی کنیم. البته خیلی ها به من گفتن تا حالا منتقد روحانی بودی، چه شد که حالا به این قدرت و شدت حمایت میکنی؟ ببینید، ما مطالبات اونقدر بالا بردیم که آقای روحانی در یک هفته آخر همه حرفهای ما رو به حمدالله در سخنرانی‌هاش بیان کرد، در واقع کپی پیست کرد و همین ما می‌خواستیم. و از این به بعد اگر می‌گفتیم ما به میثاق‌نامه رأی می‌دیم و آقای روحانی باید میثاق‌نامه رو امضا کنه و آقایون اصلاح طلب منفعل ما تن به میثاق‌نامه نمی‌دادن، فکر می‌کردن که اصلا شدنی نیست، ما اونقدر مطالبات رو بردیم بالا که آقای روحانی ناچار شد تمام بندهای میثاق‌نامه‌ای که ما می‌خواستیم در سخنرانی‌ها بیان کنه. مردم پای سخنرانیشون فریاد می‌کردن که زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این در حالی است که در دوران ریاست جمهوریشون ایشون اعلام کرد ما زندانی سیاسی نداریم. پس ما نتیجه گرفتیم و زندانی سیاسی باید آزاد گردد و ایشون گفت بیایید رأی دهید برای رفع حصر، رأی دهید برای همه این تندی‌ها، افراط‌ها، بلایی که سر جامعه ما اومده. من فکر می‌کنم گام سوم گام بلندی است به سوی آزادی و دموکراسی. مردم ما خیلی قوی برداشتن. در صندوق‌هایی که من سوال می‌کردم، دوستانی که فرستادیم، مثلا می‌گفتن از 20 نفری که چک کردن یک نفر به رئیسی رأی داده. من در حسینی ارشاد خب حضور پیدا کردم، جمعیت رو دیدم، من اون یک نفر رو هم پیدا نکردم، یعنی اگر بود صداش در نیامد. اساساً کسی ابراز نمی‌کرد که من می‌توانم به رئیسی رأی دهم. اینقدر واضح و شفاف بود و منفور بود اون تفکر و اون جناح حاکم بین کسانی که پای صندوق رأی بودن که من فکر می‌کنم یک انقلاب بزرگی با اثر انگشت اتفاق افتاده. اگر خدای نکرده کودتایی نشود مثل سال 88، من فکر می‌کنم پیام بزرگی دنیا مخابره خواهیم کرد و با بله متاسفانه در مواردی ما دچار مشکل فنی هستیم برای رفت و برگشت صدا به تهران در ارتباط با آقای خزعلی. آقای تهرانی تفسیر شما رو میشنم در مورد اون چی که آقای نوریزاده و آقای خزعلی گفت. بله، من واقعا به دو تا نکته‌ای که آقای نوریزاده اشاره کردن اشاره میکنم. در مورد کردستان، به خاطر اینکه 6 تا حزب کرد انتخابات رو تحریم کردن، من حدس میزنم که از توی صندوق‌های عددی نزدیک مثلا 75-80% در بیارن. این رو حتما حکومت میخواد که بگه مردم کردستان با احزابشون کاملا جدا هستن و در کنار حکومت هستن. عدد بزرگی احتمالا در کردستان خواهند گفت. در ضمن من در انتخابات ایران هرگز نیدم. من توی انتخابات ایران حضور داشتم، کار نظارت هم حتی کردم، البته اون موقع تینیجر بودم، ولی دیدم در اصلا در ایران رأی رو نمیشمرن، مکانیزم شمردن رأی وجود نداره. اگر رأی مردم یا نسبت رأی مردم با اون چیزی که آقای خامنه ای میخواد و حکومت میخواد اگر همون نسبت باشه مثل سال 92 که هم آقای خامنه ای میخواست آقای روحانی بشه و هم مردم میخواستن که آقای روحانی بشه، که آقای خامنه ای اصلا به همین دلیل اسمش رو گذاشتش حماسه سیاسی و بعد از انتخابات هم دقیقا در یک سخنرانی گفتش، تلویحا جملش این بود، گفت دیدید 180 درجه با اون چیزی که فکر میکردید فرق کرد، نرید زورآزمایی خیابانی بکنید، بیایید پای صندوق نتیجه‌تون رو بگیرید.
بعد اون زمانی که با هم هستن شما میبینید که همون درصدی که مردم شرکت میکنن و یه عددی بیرون میدن. اون زمانی که با هم نیستن مثل سال 88 نظرات متفاوته، یه رفعه عددها متفاوت میشه. در زمینه 2 میلیون شدن دارو هم نسبت به 12 میلیون یعنی 1/6 شدن، البته من اگر جای اون دوست باشم از آقای خامنه ای تشکر میکنم. آقای روحانی نقشی نداشته در این زمینه. آقای خامنه ای هستش که رفته با آقای اوباما صحبت کرده و قرار مدارها رو گذاشته و نرمش قهرمانانه رو دوباره طرح کرده و دیپلماسی لبخند رو طرح کرده و آدم مناسب این کار رو آورده، در انتخابات شرکت داده و بعد رای برای او جمع کرده. ضمن این که اصلا به طور کلی دارو هرگز تحریم نبوده. بعد ولی خب این که مردم بابت چنین چیزهایی برن رای بدن این طبیعیه، در این زمینه شکی نیست. اما این انتخابات در عین حال یک خصوصیتی داشتش که در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی حداقل در 40 سال گذشته وجود نداشت. کسانی که امتناع کردن از رای دادن، کسانی که چون معمولا نزدیک به 40% نمیرن رای بدن، حدودا حالا بستگی داره که ترنت و نتیجه این انتخابات چی باشه، ولی کسانی که نمیرفتن رای بدن قبلا هم به صورت منفرد میگفتن که آقا ما مثلا تحریم میکنیم، که کلمه غلطی بود از جهت علوم سیاسی، چون تحریم باید یه سازماندهی شده باشه، مشخص باشه نتایجش رو شما بتونید ارزیابی بکنید. در واقع قهر میکردن از انتخابات و شرکت نمیکردن، نامش رو تحریم میذاشتن. اما این بار مقداری منسجمتر مردم بودن در اقصا نقاط ایران، در اقوام و ملیت‌های ما بودن، در مرکز بودن، که محکم گفتن که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. من شخصا در انتخابات شرکت نکردم، دلیلم دقیقا نگرانی برای ایران بود. یعنی من از سر نگرانی شرکت نکردم، چون معتقدم و متاسفانه این رو باید بگذاریم به روزگار، امیدوارم این اتفاق نیفته، ولی خواهیم دید. اگر قرار باشه جنگ داخلی بشه، بی ثباتی در ایران به وجود بیاد، هیچ فرقی نمیکنه آقای رئیسی باشه یا آقای روحانی. آقای تهرانی ببینید، از موضوع در واقع داریم جدا میشیم به یک معنی. ببینید آقای خزعلی هم ما اشاره کردن، ایشون میگن رفتن حسینیه ارشاد و جای دیگه دیدن. چند پیش در همین تفسیر خبر تقریبا چندان موافق شرکت مردم نبودن در انتخابات، ولی الان میگن یک انقلاب با دیدن اونچه که اطرافشون هست پای صندوقای رای، و این رو یک تحول انقلاب میدونن و به صراحت هم اینو تاکید میکنن. در این مورد چه نظری دارید؟ نه ببینید، من در اینجا با آقای خزعلی اختلاف نظر دارم. اینکه ما صبح از خواب بلند شیم بریم رای بدیم با رفقامون، خب فاله و تماشا، بعدم بریم یه چلو کبابی هم بزنیم با رفقامون، این کار مدنی نیست. این احساس نکنیم این مشارکت سیاسی و کار بزرگی کردیم با این کارها. مارتین لوتر کینگ در آمریکا اومد به سیاها گفتش که بریم پای صندوق رای، مطالباتتون از تو صندوق رای بکشید بیرون. آیا اصلا دموکراسی از توی صندوق رای در هیچ جای دنیا اتفاق افتاده؟ دموکراسی از توی خیابان، از جان گذشتگی، از فعالیت مدنی، مبارزه مدنی اتفاق میفته. صندوق رای انتخابی هستش دقیقا برای کسی که میخواد وضع خودش رو از این شاخه به اون شاخه، به قول آقای نوریزاده، فرجی براش باشه، برای آزادی، برای مبارزه مدنی، برای به دست آوردن حقوق. صندوق رای اصلا ابزار مناسبی نیست. در کشورهای استبدادی به عنوان مشروعیت استفاده میشه، در کشورهای دموکراتیک هم ابزار دموکراسی نیستش، ابزار تغییر قدرته. دموکراسی قبل از اون اتفاق میفته، توسط از جان گذشتگی ها اتفاق میفته. در اروپا، در کشور غربی همیشه این گونه بوده. بنابراین اسم انقلاب رو من نمیگذارم، اسم یک انتخاب تلخ رو میذارم، که واقعا یک حرکت مدنی بزرگی هم نیستش. کوچکترین کاریه که یک شهر میتونه انجام بده. قبل از برگشتن به لندن و آقای نوریزاده به تهران میریم. آقای خزعلی خیلی خیلی کوتاه بفرمایید در مورد، چون مستقیما متوجه سخن شما بود در تفسیر و حرف آقای تهرانی در این زمینه. بله، عرض کردم که من هیچ وقت تحریمی نبودم و معتقدم به قدری که میتونیم در هر صحنه تاثیر بگذاریم باید شرکت کنیم. حتی من در برنامه خندوانه بین آقای جوله و آقای امین حیایی که در فیلم قلاده های
طلا بازی کرده بود، گفتم مردم بیایید به جوره رای دهید تا بدانند هنرمند نباید در خدمت حکومت باشد و باید با مردم باشد. هر هنرمندی که علیه مردم حضوری پیدا کرد باید جوابش بهش بدید. و خب امین عیاری هست شد و جوره به فینال رسید. من میخوام بگم برای انتخابات هم همینه، همین باید دقت که میتونیم تأثیر ببریم. در خانه میترسن هیچ کاری و اقدامی نیست، به خصوص که در تحقیقاتی که انجام شده در 171 کشور هیچ کشوری نتونسته با تحریم رژیمی رو جابجا کنه. اما ما تونستیم با حضور در انتخابات در سال 76 خاتمی رو بیاریم که یکی نبود به جناح حاکم. ما در 92 هم همین نه رو گفتیم، در 88 هم که جنبش سبز شکل گرفت و الان ما میتونیم به اون استناد کنیم که بگوییم دموکراسی و آزادی نیست. خب اونجا هم با حضور ما بود. اگر ما کاندیدایی در 88 نداشتیم، حرفی هم برای گفتن نداشتیم. اما میبینیم در مثلا مجلس هفتم، هشتم و نهم با عدم حضور بعضی از عزیزان تحریم کردن و در شورای دوم با اختلاف بین مشارکت و کارگزاران و تحریم برخی دیگه که فقط 13% در تهران پای صندوق‌های رأی اومدن، میبینیم که آقای چمران ورود میکنه به شورای شهر و خروجیش میشود احمدی نژاد به عنوان شهردار و بعد از پله بعد 8 سال ما مملکت رو دست آقای احمدی نژاد به عنوان یک ویران و دوره دادیم و سرزمین رو با 800 میلیارد دلار درآمد نفتی نابود کرد. الان وقتی است که اگر امثال آقای رئیسی بیایند خطر جنگ و تجزیه جدی است. باید بپذیریم بخشی در همون جایی که آقای چالنگی الان نشستن پشت سر شما، آقای چالنگی کسانی هستند که میخواهند ایران رو وارد جنگ کنند و این زرادخانه موشکی رو نابود کنند و از اون طرف سلاح‌های انباشته شده در عربستان رو هم میخواهند تخلیه کنند. ما نباید بگذاریم ایران سوریه شد. ما باید به گام‌هایمون رو، گام‌های مدنی رو برداریم و اصلاحات رو نتیجه برسیم. من به شما حق میدم، من بارها گفتم چپ راست دو تیغه یک قیچی هم. من قطعا نسبت اصولگرایان اگر نقد جدی دارم اینطور نیست که اصلاح طلبان رو هم کاملا قبول داشته باشم. بایستی حرکت کنیم، مطالبات رو بالا ببریم. بسیاری از عزیزان ما در اصلاحات هنوز اندازه شون و قد به فکرشون به آزادی و دموکراسی نمیرسه. درون احزاب اصلاحات دموکراسی حاکم نیست، اصلا دفترهای درون حزبیشون یا درون جناحیشون دموکراتیک نیست. آزادی رو حتی اصلاح طلبان ما در نمیتابند. اما این مشق رو باید بنویسیم، قدم قدم جلو بریم. بله، من یک بار گفتم هر کسی هم نمیخواد رأی بده بیاید به کسانی که دوست دارد، اونایی که رد صلاحیت شده رأی بده. خود این آرای باطل در صندوق اندازه امثال رئیسی رو کوچیک میکنه. بیایید او رو با 10% آرا بدرقه کنیم. اونهایی که تحریمی هستن اگر رأی بدن آقای رئیسی اندازش باز هم کوچیکتر میشه. بله. البته آقای خزعلی اشاره کردن به تصویر واشنگتن پشت سر من، منظورشون در واشنگتن هست و طبعاً اینی که پشت سر من هست در واشنگتن در این تصویر خب ارتباطی به من و برنامه نداره. خب یک نکته و اشاره است به واشنگتن. اما در تهران حکومت آمریکا و واشنگتن آقای شما نیست. من اصلا مسلمه، نه من به موضوع دیگه اشاره میکنم. اینکه آقای نوری‌زاده تا چند اندازه این واقعی هست، این نگرانی که اگر آقای رئیسی یا امثال اون به سر کار بیان جنگ رو راه میندازن؟ مگر راه انداختن جنگ مقام رئیس جمهوری است که چنین میکنه، یا کسانی که در تهران گفته میشه به مراتب بیشتر از واشنگتن و جاهای دیگه هستن، مگر سیاست های این 38 ساله حکومت ایران، سیاست خارجی که دست ولی فقیه هست هم از آقای خمینی و خامنه ای، سیاست هایی نبود که از نظر بسیاری زمین ساز همین وضعیتی هست که الان ما شاهدش هستیم، منزوی بودن ایران در منطقه به نوی و در عرصه بین المللی؟ ببینید آقای چالنگی، البته حرفای زده شد، من راجبش نقطه نظرهایی دارم که میگم. در مورد این سوال شما ببینید،
جمهوری اسلامی مجموعه ای از تضادهاست، به این معنا که شما شورای عالی امنیت ملی دارید که بالاترین ارگان تصمیم گیری در مورد مسائل استراتژیک کشور، رئیس این شورا رئیس جمهوریه، رهبر جمهوری اسلامی دو تا نماینده داره که 16 سال آقای روحانی هم نماینده ایشون بود هم دبیر شورا. رهبر مراتب خاص خودش هرچی هست از طریق نمایندگانش به شورا منتقل میکنه و شورا نتایجشو نتایج نشستاشو به عرض رهبر میرسونه. سیاستهای کلی نظام رو مجمع تشخیص مصلحت تعیین میکنه. میخوام بگم مکانیزم قدرت در ایران بسیار پیچیده و در این حال جذابه، جالبه که واچ داگ هست همدیگر رو کنترل میکنه، اما تای قضیه کم میارن چون یه مقامی به نام ولی فقیه هست که نمیشه تکونش داد، با مجلس خبرگانی که نوکرشن کارش نمیشه کرد و کاری کردن اینا در این 28 سال گذشته که آقای خمینی دوچاره این وضع نشد. وقتی میان میگن آقای خامنه‌ای 14 بار با امام زمان در جمکران ملاقات کرده، شما دیگه با یه رهبر زمینی روبرو نیستید، با آقای سید علی خامنه‌ای روحانی روشن فکر اهل شعر اخوان روبرو نیستید، با یه آدم مقدسی روبرو هستید که توفشو برای شفای بیمار میبرن، نعلینش هم آقای مسواهی یزدی میبوسه. الان حالا سوال اینه، آیا ایشون تعیین سیاست خارجی رو میکنه یا شورای عالی امنیت ملی؟ اگر ایشون میکنه، پس اون 8 سال صلح و دوستی که بین ایران و عربستان سعودی بود چی بود؟ که آقای رفسنجانی رفت در مسجد قطیف پیش نماز شد، آقای خاتمی رفت اونجا ملک فهد رو صندلی چرخدار که استقبال هیچکی نمیرفت اومد استقبالش. چی شد که تو اون 8 سال هر هفته تو سعودی ما یه نمایشگاه داشتیم، قرارداد امنیتی امضا کردیم، آقای عبدالله نوری زمینش رو نوشت، آقای روحانی بعد رفت امضا کرد. چی شد؟ اگه رهبر بود، این رهبر این عقاید اون وقت هم داره، رهبر هنوز معتقده که سید خراسانی و یمانی در مدینه با همدیگه دیدار میکنن، حوسی و ایشون فرض زیر پای امام زمان میاندازن. بسیار خوب، مگه ایشون وقت فرق کرده بود؟ ولی یه اراده وجود داشت، اراده مردم بود، رئیس جمهور بود، اون تیم بود و فضای منطقه و جهان بود. همه این رو دست به دست داد، آقای خامنه‌ای ناچار شد به سایه بره و اون سیاست پرگماتیک منطقی بیاد وسط. دوران احمدی نژاد دوران عربده‌کشی بود، تمام اونا خراب شد، رفتن به سوی تروریست فرستادن و شیعه سعودی تربیت کردن برای کشتن و بحرین و غیره. و بعدم یمن، یمن رفتن خودکشی ولایت فقیه بود، یعنی در یمن رفتن باعث شد تمام منطقه علیه ایران بسیج بشه. الان هم که آقای ترامپ میاد، این که آقای روحانی بیاد یک فرقی میکنه. آقای روحانی در طول مناظراتش چندین نوبت این سیاست رو محکوم کرد، آقای جهانگیری حمله به سفارت سعودی رو محکوم کرد و گفت اون آدما توی دسته شما هستن. اشاره ای که من دارم توی مطبوعات منطقه میبینم، توی رادیو تلویزیون ها، اینه اگه روحانی بیاد احتمال داره خطر برطرف بشه. این مسئله نیست که آقای روحانی میتونه جلوی جنگ رو بگیره، مسئله اینه فضای گفتمان عوض میشه، همین. ولی آقای روحانی هنوز هم همون روحانیه، آقای خامنه‌ای میتونه با یه وتو کارو خراب بکنه. بسه. اما آقای خامنه‌ای هم عمر جاودانه نداره، اینم یادمون نره. از هر سلیمان عزیز خواهش میکنم که به طور کوتاه درباره موضوعاتی که هست بپردازیم که به تمام جنبه ها و حاشیه های این انتخابات و پیامدهای اون بتونیم سریع بزنیم. با شما خواهیم بود همراه با آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش های ایران و عرب در انگلستان، و آقای مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل، و آقای مهدی خزلی، دبیرکل جبهه آزادی، در
تهران. تا لحظاتی دیگر. آقای تهرانی، یکی از نکات مهم یا یکی از محورهای اصلی انتخابات در ایران، انتخابات ریاست جمهوری که البته به شورای عام خواهیم رسید، همیشه سیاست خارجی بوده. این اهمیتش خب قابل درک هست که چرا چنینه، چرا ایران به همچی وضعیتی رسیده که زیر سایه نگرانی جنگ، زیر سایه نگرانی حمله به ایران، زیر سایه رفتاری که به هر حال باعث شده در منطقه با حکومت ایران بشه و همه اینها، اینو شما وقتی جمع بندی میکنید، آیا ریاست جمهوری عملا همون پرسش به قوت خودش باقی است؟ آیا مجموعه نظام به وجود آورنده این داستانه یا ریاست جمهوری ها میتونن نقشی در این زمینه داشته باشن؟ واقعا بدون تردید مجموعه نظام هستش و اتفاقا هماهنگ هستن، یعنی اینطور نیستش که مثلا دولت با سپاه نظر متفاوتی داشته باشه. ببینید، سیاست خارجی از این جهت مهم هستش و تأثیر میذاره روی زندگی تک تک مردم در ایران، به جهت اینکه ایران بدون تعارف، یعنی جمهوری اسلامی بدون هیچ تعارفی، جنگ افروز هستش در منطقه، مدعیاتی داره و میخواد این ادعاهای خودش رو پیش ببره، از جمله اینکه مثلا تقویت کنه نیروهای مظلوم شیعه رو در منطقه و بنابراین آشوب به پا میکنه. جنگ یمن در زمان آقای روحانی اتفاق افتاده، یعنی دخالت ایران در یمن، بنابراین به طور مشخص اینها در هماهنگی با هم کار میکنن. آقای قاسم سلیمانی در سوریه هستش، حالا اگر یه زمانی هم در عراق، از اون طرف آقای ظریف و آقای روحانی به مسکو میرن، یعنی این تمام این ارتباط با هم و تنگاتنگه. و یک فرمانده سپاه برمیگرده به آقای روحانی پاسخ میده، وقتی آقای روحانی میگه که آقا شما بعد از برجام روی موشکتون مینویسید اسرائیل بعد نابود گردد، میپرسه مگه ما بی صداقتی میکنیم؟ مگه غیر از این بوده؟ مگه از اول قرارمون از ابتدای انقلاب تا الان این نبوده؟ خب اون کسی که در واقع اینجا درو هستش آقای روحانی هستش. اون سیاست خارجی جنگ افروزانه منطقه‌ای خودش رو پیش میبره، ولی در داخل میاد همین گفتار درمانی که به خصوص در این یه هفته اخیر حداقل یه مقداری تند شده. من این دستاورد رو از آقای خزعلی میپذیرم، دستاوردی بوده که خیلی ها داشتیم، حتی ما هم که معتقد به امتناع از رأی دادن بودیم، فکر میکنم که به هر حال دیسکورس انتخابات و بحثا رو بردیم بالا، اثر گذاشته. یعنی آقای روحانی دید که به این سادگی نمیتونه رأی جمع بکنه، باید تلاش بکنه، حداقل باید 4 تا دروغ بگه به ما، 4 تا بعدی دروغ بده، چون غیر از این نخواهد بود. و به همین جهت صحبت‌های آقای روحانی با واقعیت عملکردش متفاوته. شما سر حتی سند 20 هم دارید میبینید که چقدر ساده مجبور به عذرخواهی میشن دونه دونه، اول آقای روحانی، بعدش سخنگوی دولت آقای نوبخت، بعدش آقای جهانگیری که اصلا به کل منکر میشه در بیانیه که دیروز میده. بنابراین اصلا دسترسی ندارن که اینها بخوان اولا متفاوت عمل بکنن یا نوعی سیاست خارجی متفاوتی رو پیش ببرن که جلوی جنگ رو بگیرن. و در ضمن این جنگ فقط در بیرون نیست، ما این جنگ رو به صورت داخلی در اقواممون میتونیم داشته باشیم. به هر حال باید نگران باشیم وقتی جانشین ولیعهد عربستان میگه که ما نبرد رو به داخل خود ایران میکشیم. این رو من عربستان رو مقصر نمیدونم تو این داستان، من جمهوری اسلامی آقای روحانی و سپاه و آقای خامنه‌ای رو مقصر میدونم که جنگ افروزی میکنن. اگر سفارت گرفته میشه، خب قبل سفارت آمریکا رو گرفتن، راه رو باز گذاشتن، همه دستشون در یک کاسه است. همه دستشون در یک کاسه است.
چه نظری شما دارید و چه تفسیریه آقای خزلی؟ من اینطور نمیبینم اینکه تأثیر گذار نباشه. بله، بسیاری از سیاست ها از جایگاه رهبری اتخاذ میشه در مسئله رابطه با آمریکا، در مسئله سوریه که خط قرمز اینها، سیاست ها از اون ناحیه در واقع تدوین میشه و ابلاغ میشه. اما همین آقای هاشمی تونست مسئله عربستان رو با یک در آغوش گرفتن ملک عبدالله جابجا کنه و رابطه بسیار قوی با عربستان ایجاد کرد تا جایی که دیگه داخل خونه و داخل خونه آقای هاشمی و داخل منظره و قصر ملک عبدالله این مهمانی ها و ضیافت های دو نفر انجام میشد. من میخوام یک قصه ای بگم. 9 سال قبل ملک عبدالله توسط سفیر عربستان پیامی داد به آقای هاشمی که یکی از افراد امین تو بفرست، کار مهم میدارم. مهدی هاشمی از طرف هاشمی رفت در عربستان در کاخ شخصی ملک با ایشون ملاقات کرد. ملک گفتش که من خبر موثق دارم که اگر جمهوری خواهان بیان روی کار، دنبال چند نظام هستن و میخوان کلن عوض کنن نظام رو و اولین کارشون به عنوان کسی که ثبات این نظام رو در واقع رقم میزنه حذف توست، یعنی ممکنه تو رو ترور کنم. با این فکر گذشت و اوباما اومد، دموکرات ها اومدن. متاسفانه استفاده نشد از اون فرصت طلایی آقای اوباما به عنوان رئیس جمهوری که بسیار نرم با ایران رفتار میکرد، استفاده نشد. این طرف ما یک جاهلی داشتیم به اسم احمدی نژاد که همه فرصت ها رو سوزون، فرصت سوزی کرد. بعد از این که آقای ترامپ روی کار اومد، آقای هاشمی به مهدی گفتش که یادت پیام ملک عبدالله رو، حالا جمهوری خواهان اومدن، حالا احتمالا نوبت رفتن منه. و یک مدت خب قطع آقای هاشمی اتفاق میفته و بعد از این من میخوام بگم این سایه جنگ در سر ما هست، قطعا داره ما رو تهدید میکنه. و این گونه نیست که من بگم آقای رئیسی یا آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور دشمن قرمز جنگ دستشونه، نه، جهالت های کلامی حتی مشی که انجام میدن منجر به جنگ میشه. من یادم وقتی که آقای روحانی روی کار اومد با آقای هاشمی گفتم حاجا از ایشون بخوان ورود نکنه به مسئله سوریه، هیچ موضعی نگیره، تمام اون هولوکاست و این مسائلی که در سوریه اتفاق افتاد همه رو بریزیم تو گور احمدی نژاد دفنش کنیم. و ایشون به عنوان یک دولت مطهر دنبال همکاری با ائتلاف جهانی، همکاری با ترکیه، همکاری با آمریکا، همکاری با عربستان برای فتنه داعش بشه، مسیر رو عوض کنیم. حالا بشار هم برود چه اشکالی دارد؟ خب این صحبت آقای هاشمی جدی پیگیر شد و آقای روحانی تا 1 سال بعد از روی کار اومدن هیچ موضعی راجع به سوریه نگرفت. حتی قاسم سلیمانی اومد خدمت آقای هاشمی گفت شما به ما فرصت بدید تا 2014 با انتخابات بشار اسد برود. یعنی همه این موافقت ها شد. البته خب طبق روال 2014 باز دفعه کردن آقای بشار اسد از توی صندوق ها چجوری درآمد بمانه و ما گرفتار این جنگ و استمرار جنگ و حضور در سوریه و حضور اشتباه در یمن، همه این حضورها ماجراجویی است. اگر انقلاب بهار عربی میآمد و بشار اسد میرفت، هر دولت دموکراتیکی با نفتی که ما داریم به سوریه میدیم رابطه بهتری رو با برقرار قرار میکرد. حالا ما دنبال این هستیم. این گفته ها ایجاد شده. من میخوام بگم که اطرافیان رهبری فضایی رو ایجاد میکنن، همونطور که بعد از اشغال سفارت آمریکا رهبری رو مجبور کرد، امام رو مجبور کرد بگه انقلاب دوم. در صورتی که در 4 سال اول اتفاق نبود، بازرگان مخالف بود و اگر به حرف بازرگان گوش میداد ما نه جنگی داشتیم نه تحریمی و الان وضع خوبی داشتیم. ما تو این مقطع هستیم با تمام نقدهایی که داریم به دوستانمون در اتحاد و با تمام نقدهایی که به دولت 4 ساله روحانی داریم. منم قبول دارم فرمایشات عزیزمون رو که ایشون به وعده‌هاش عمل نکرد، اما الان در سخنرانی‌ها گفته مطالبات ما از زبان ایشون منتشر شده که حالا باید این مطالبات رو بالا ببریم. خان مدنی همینه، مجبورش کنیم پای این حرف ها بیسته. بایستی ما آرام آرام با ائتلاف جهانی همراه شدیم به جای این که ما رو در کنار داعش از سوریه بیرون بندازن سپاه خود رو، ما بشیم خط مقدم همکاری با آمریکا و بتونیم داعش رو
نابود کنیم انشاءالله. فرصتی اتفاقا من میخوام بگم اگر اوباما فرصت طلایی بود، اگر در کشور ما عقلا سر کار باشن و عاقلانه و مدبرانه حرکت کنن، ترامپ فرصت دایموند است، فرصت الماس است که میتونیم رابطه رو دوباره برقرار کنیم، مطالبات رو بگیریم و در کنار هم دیگه معضلات منطقه رو یکی پس از دیگری حل کنیم، به شرطی که این طرف سرد عاقلی باشه و اون عاقل میتواند رهبری رو هم همراه کنه با خودش. وقتمون کوتاه است آقای خزعلی. آقای نوری‌زاده، با توجه به اینکه آقای خزعلی آقای تهرانی اشاره کرد و آقای ترامپ هم به ریاض میره در اولین سفر خارجی خودش که البته بعد به اسرائیل خواهد رفت، در ریاض هم قراره با بسیاری از رهبران کشورهای منطقه بشینه، نشست داشته باشه، آیا نتیجه انتخابات در ایران، انتخابات حکومت در ایران میتونه اثری داشته باشه در وضعیت موجود در نشست‌های ریاض و تصمیم‌گیری‌های واشنگتن، تصمیم‌گیری‌های کشورهای عرب منطقه، ایجاد اعتماد خواهد کرد در منظر سیاسی منطقه چه می‌بینید شما؟ آقای چالنگی، اگر مصاحبه ولیعت سعودی محمد بن سلمان رو دقیقاً با داوود شریان تو العربیه بهش توجه کنیم، توی این مصاحبه میگه ببینید ما با یک کشور اختلاف داریم، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، میشینیم با هم مذاکره میکنیم بر مبنای اینکه هر کدوم کمپرومایز، من یه چیزی میدم اون چیزی میده و این مسئله حل میشه. آقای خامنه‌ای در مورد مثلا گفتگو با امریکا میگه اصلا این گفتگو محاله، برای اینکه ما با امریکا گفتگو نمی کنیم، چون اصلا میگه ما حاضر نیستیم بدیم و بستونیم. ظریف میگه نه، معامله دادن و گرفتنه، و آقای روحانی هم همینو میگه. خب این دوتا نظرگاه مختلفه، اما محمد بن سلمان بعد میگه نه، بعد ما با دولتی روبرو هستیم که میگه تو قانون اساسیش هدف جمهوری اسلامی صدور انقلاب و زمینه چینی برای ظهور مهدیه. میگه من دیگه به این دولت چی بگم، سر چی اختلافاتمونو حل بکنیم؟ خب من در برابری میگم دوران هاشمی و دوران دو سالت دوران هاشمی بعد از ملاقات مهدی با امیر عبدالله در کازابلانکا و بعدش برقراری روابط و دوران خاتمی هست. پس عقلگرایی و خرد هم میتونه وارد سیاست خارجی بشه. حالا آقای خامنه‌ای آدم بیهوشی نیست، وقتی در امریکا نگاهش متوجه بود که دولت آقای بوش هست، احمدی نژاد در کیسه مارگیری در آوردن که عربده بکشه. اما آقای ترامپ کسی نیست مثل آقای بوش، یعنی در واقع آقای ترامپ رو که همه اقتصاد محور میگیرنش، آدم بسیار باهوشی هم است. من از نبیل ابورودینه شنیدم، سخنگوی آقای ابو مازن، که هیچ رئیس جمهوری در امریکا با این قاطعیت به ما نگفت در دوران 4 ساله من شما صاحب پرچم و دولت مستقل میشید. الانم آقای ترامپ داره با نظری میره به عربستان، این نظر دو جهت داره. یک جهتش ایجاد زمینه صلح دائمی بین اسرائیلیا و فلسطینی هاست، به همین دلیل هم به تل‌آویو میره و هم به رام الله. موضوع دوم اینه که در برابر خطر تروریسم اسلامی و اون روی سکه جمهوری ولایت فقیه، یک ناتوی عربی اسلامی درست کنه و بگوید بسیار خوب، من پشتتونم، حمایتتون میکنم، اما باید از کیسه خودتونم خرج بکنید. ناتو رو درست بکنه. الان قرارداد نظامی که داره با عربستان میبنده در تاریخ اصلا قراردادهای نظامی بی سابقه است. صحبت از 540 میلیارد دلار در عرض 15 ساله و این قرارداد رو بستن و عربستان تبدیل به قطب منطقه شدن خیلی معنا داره. این جمهوری اسلامی رو باید نگران کنه و باید توجه کنه که دو سوی خلیج فارس، یه ور عربستان و یه ور ایران، اینا میتونن بالانس بکنن، موازنه باشن،
دوبال باشن به قول هادی نجف آبادی که با هم در توازن حرکت کنن. ولی متاسفانه هنوز جمهوری اسلامی رو متوجه نشده. باز من آدم خوشبینیم، باز برمیگردم میگم آقای خامنه ای که پایانش رو داره میبینه دیگه، الان موقعیه آدم وقتی آقای خمینی در بستر مرگ فرمان قتل صادر کرد، امیدوارم آقای خامنه ای در این روزها و هفته و ماها که زمان چندانی نداره بیاندیشه چی میخواد پشت سرش بذاره. کشوری از هم گسسته درگیر که در این کشور آقازاده های ایشون هم سرنوشت احمد خمینی رو پیدا میکنن و یه قلتش و دیوان سپاه میاد میزنه کشور رو میگیره، یا اینکه ایشون میخواد آیندگان براش فاتحه بخونن و بگن خدا پدرش رو بیامرزه، روز رفتن زمینه ای گذاشت که بعد از اون کشور از هم نپاشه. آقای تهرانی، این وسط وصیت‌نامه آیت الله خمینی هم هست و اون چه که درباره عربستان گفت، آیا این دو کشور ایران و عربستان، آیا مساله ملی ایران در ذهنیت سیاسی، ضمیر سیاسی و نگاه یک روحانی شیعه صاحب قدرت در ایران میتونه در رده اول باشه، یا آنچه که مساله و منافع دینی میدونه بازم به روایت روحانیت شیعه در مسند قدرت، کدوم یکی هست که زمین ساز بحرانی شده در منطقه و این نگرانی که درگیری یک جنگ سنی و شیعه در منطقه و در این مسئله تا چند اندازه حکومت ایران شما نشونهایی برای تغییر این سیاست میبینید در کردار و رفتار و قدرت رئیس جمهوری آینده ایران؟ ببینید، بدون هیچ شاروخی جمهوری اسلامی تا مادامی که جمهوری اسلامی یعنی حکومت اسلامی مدعیات اسلامی داره، چون شما میتونید یک جامعه اسلامی داشته باشید، جامعه اسلامی نظام اخلاقی خاص خودش رو داره، ولی وقتی حکومت اسلامی میشه و مدعی اسلامی داره و اون هم به نوعی اکسپنشنیسته، یعنی میخواد گسترش بده، تجاوزکارانه عمل میکنه، تا زمانی که چنین چیزی هستش هرگز شما روی خوش نخواهید دید، نه در منطقه. یعنی دقیقا اون بالانسی که قرار بین عربستان و ایران برقرار بشه، مادامی برقرار میشه که حکومت ایران حکومت جمهوری باشه و اسلامی ازش بیفته. اسلام با نامی که آمده پای حکومت ایران از ابتدای انقلاب، از روزی که آقای خمینی اومده توی مدرسه علوی و رفاه آدم کشتن تا امروز، تا امروز اعدام وجود داره. بین آقای رئیسی و آقای روحانی انصافا فرقی نیست در این زمینه ها. اینها همشون یک حرکتی که از اول بوده. پای آقای رئیسی چه شکلی باز شده امروز به انتخابات و چه شکلی قبح کشتار و آدم کشی ریخته با حضور آقای پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری، تمام این مسیر یک جا میاد. من این تفاوتی که ما فکر میکنیم واقعا اینها با هم تفاوت دارن رو بیشتر یک جور انگاره ها و تصورات خودفریبانه خودمون میبینم. ممکنه در زبانشون متفاوت باشن، هرچند که در زبان آقای رئیسی هم در این چند روزی که من دنبال کردم حرفای قلاز و شداد و تند خیلی نشنیدم، یا من حداقل نشنیدم. حرفاش همین بیشتر در مورد فقر مردم صحبت میکرد و این چیزها. بلدن آخونده این مسئله رو، بلدن که جور دیگه صحبت بکنن و جور دیگه عمل بکنن. ما شعر حافظ داریم سر این ماجرا. بنابراین و در ضمن در مورد آقای رفسنجانی و آقای ملک عبدالله، اصلا ما در اون دوره نیستیم. نه الان ملک عبدالله سر کارن و نه آقای رفسنجانی حضور داره. الان ما در یک وضعیت جنگی به سر میبریم، آقای قاسم سلیمانی داریم، آدمای دیگری داریم که اینها مدعیاتی دارن و میخوان پیش ببرن، مگر اینکه جلوشون گرفته بشه. جمهوری اسلامی مادامی عقب نشینی میکنه که بترسه تهدید بشه، اینو دیدیم سر قضیه تحریم ها دیدیم. بنابراین این وضعیتی که الان چه در یمن هستش چه در سوریه هستش، و به خاطر اینکه اقوام ما، ملیت های ما در خود ایران هم چه تحریک بشن از بیرون، حالا از عربستان یا جای دیگه،
که خودشون وقتی میبینن که اصلا هیچ صدایی ندارن خیلی طبیعی هستش که ممکنه که اسلحه به دست بگیرن. اخبارشو داریم میشنویم. این رو چه شکلی آقای روحانی میخواد کنترل بکنه؟ میخواد سرکوب کنه یا به قول آقای خامنه‌ای او هم میخواد سیلی بزنه تو گوشه کسانی که بخوان قیام بکنن؟ این وضعیت رو چه شکلی میخوان کنترل بکنن؟ نمیتونن. یک جایی مردم باید هشدار بدن به حکومت جمهوری اسلامی که تو داری ما رو به سمت جنگ میبری، فرقم نمیکنه رئیس جمهور کی باشه. آقای ترامپ هم با آقای تیلرسون، خانم نیکی هیلی، همشون آمدن 3 هفته پیش مسئله تروریسم رو و آتش افروزی جمهوری اسلامی رو طرح کردن، نه مسئله برجام رو. در واقع داشتن پیام میدادن که شما برای ما فرق نمیکنه رئیس جمهورتون کی باشه، اگر برای خودتون فرق میکنه یک مسیر رو میرید، مگر اینکه مسیرتون رو عوض کنید، تغییر رفتار واقعی بدید، و این تغییر رفتار مشاهده نمیشه. من این رو بازم تکرار بکنم، در تفسیر خبر، ادبیاتی که ما به کار می‌بریم درباره اقوام ایرانی، همچنان اقوام ایرانی هست، ما و اقوام ایرانی که در مجموع رنگین کمان ملت ایران رو تشکیل میدن. تفسیر شما رو می‌شنویم درباره اون چیزی که آقای تهرانی گفت، آقای خزلی، به اضافه اینکه آقای رفسنجانی، آقای خاتمی اشاره شد که خواستار چه نیاتی داشتن و در چه مسیری حرکت کردن در ارتباط با کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی، اما موفق نشدن. چه دلیلی داره که خوشبین باشه کسانی که رأی میدن از این بابت به آقای روحانی یا هر کس دیگه، که آقای روحانی یا هر کس دیگه بتونه در این سیاست موفق بشه؟ آیا موانع برطرف شده؟ آیا خطر جنگ سنی و شیعه که نگرانیش در منطقه وجود داره برطرف شده، خواهد شد با تعویض رئیس جمهور؟ عرض کنم من معتقدم که هر کسی به قدر خودش، حالا نگیم آقای خاتمی یه موقعی میگفت رئیس جمهور تدارکات شید، اما واقعا به قدر خودشون وقتی یک عاقل رئیس جمهور میشه تأثیر گذاره، و آقای هاشمی تأثیر گذار بود، آقای خاتمی تأثیر گذار بود، و آقای روحانی هم در این 4 سال ترایی از این که من هم قبول دارم برجام در جای دیگری تصمیمش گرفته شده بود و در واقع تنها حاکم تای بنبست نرمش قهرمانانه کرد، اما اجرای اون و ادامه اون کار آقای روحانی بود، و من فکر میکنم که این قطعا مؤثره و تفاوت گفتمان، تفاوت زمین تا آسمانه، تفاوت در واقع سفیدی و سیاهی است. ما اومدیم به آقای رئیسی که نماد سیاهی است نبگوییم، و قطعا شما خواهید دید در همین گویش هایی که الان هست، الان که نمیخواهند دست خودشون رو کنن، باز هم چیزهایی از ستاد آقای رئیسی در میاد یا حرفهایی زده میشه. خب بیاد مثلا راجب هنر صحبت میکنه، هنر هنجار شکن و هنجارمند، بعد خب معلوم دیگه دوستانم اون طنز قشنگ رو درست کردن که هنجارمندش اون مدداهی هایی به سبک دیسکو بود، و هنجار شکنش هم تمام هنرهایی که پدرزن ایشون در خودمختاری خراسان ممنوعش کرده. همه اینها رو ما دیدیم. باید بپذیریم این آدم ها عدالت، ما این که میبینیم ما هیچ کاره بودیم. آقای احمدی نژاد هم 12 سال بعد از انتخابش در امسال اومد گفت من کاری نبودم، اما باید بپذیریم رئیس جمهور تأثیر گذاره و ما خسارت های زیادی به خاطر ندانم کاری های همین آقای احمدی نژاد دادیم. خسارت آقای احمدی نژاد در اون 8 سال به مراتب بیشتر از خسارت جنگ تحمیلی 8 ساله بود. نگذاریم مملکت بار دیگر دست جاهلان بیفته، باید انجام بدیم و این تغییر رو با میتونیم انجام بدیم، به سمت یک اصلاح بریم. بله، نقدهایی به دولت روحانی من در طول 4 سال داشتم، بازم دارم، اما دوست عزیزمون میگم آیا کسی دیگری بهتر از او الان سراغ داریم در این سبد آقای جنتی؟ من بارها گفتم ما بین سبدی که ساعت 9 شب در اختیار ما میگذارند باید انتخاب کنیم، اشتباه نکنیم. بله، الان میرسیم به نکته بس پس از سیاست منطقه‌ای هست. آقای نوریزاده، در این زمینه آیا حالا اینی که آقای احمدی نژاد 8 سال بر سر کار بود و چرا در برابرش در درون همین افراد سبد آقای جنتی و بقیه سکوت کردن،
و آقای روحانی و بقیه بحث دیگری هستش، اما بحث بر سر این هست موانعی که مانع شکست سیاست‌های منطقه‌ای آقای رفسنجانی و آقای خاتمی شد، آیا این موانع از میون برداشته شده؟ نه آقای چالنگی، برداشته نشده. ببینید چیزی که توجیه کردن اینا، گفتن آقا ما اگر نمی‌رفتیم سوریه، اگر نمی‌رفتیم تو عراق، داعش تو خیابونای اصفهان می‌جنگید. دروغ بزرگ فریبکارانه. همه میدونن دو طرف جنتلمن نیستن، بگم جنتلمن اگریمنت، ولی این اصطلاحه، بین اینا و داعش وجود داره، کمان که با القاعده دارن. ولی اگه القاعده نداشتن سیف العد تو ایران چیکار میکنه؟ چرا پسر بن لادن و زن و بچهش ایران بودن؟ رژیم جمهوری اسلامی اس و اساس ترور در اونجاست. مجموعه پرورش پیدا کردن، حالا حاج قاسم سلیمانی رهبر تروریستا، اون میشه مثلا نمادشون، مسخرشون، رمبوی ولایت فقیه. این مجموعه وجود دارن. اهداف این مجموعه چیه؟ همونطور که آقای جلالی تهرانی گفت، اکسپنشنیست. اینا میخوان توسعه پیدا کنن. یه روز وزیر اطلاعات سابق میگه پایتخت ما تیسفونه. این به گوش آدمهای ناسیونالیست افراطی خوش میاد، اما آیا فقط خوش اومدن هورا کشیدنه؟ نه، ما همین مرزهامونو امن نگه داریم خیلی کار بزرگی کردیم. این مملکتی رو که اون پدر و پسر به ما تحویل دادن، ما هم بتونیم به نسل دیگه همین جوری تحویل بدیم که یه قریهش نره طرف روسا، یک رودخانهش نره طرف همسایه دیگر، کار بزرگی کرد. نمیخواد بریم جای دیگه. ایران بعد از سرنگونی صدام علارغم 8 سال جنگ محبوب ترین کشور در عراق بود، امروز منفورترینه. یه جماعت نوکر فقط نوری المالکی و دار و دسته حزب عدوه، اینا هستن که پول میگیرن دنبالشن. ایران محبوب بود در سوریه، مردم سوریه ایران رو دوست داشتن، امروز متنفرن از جمهوری اسلامی. ممکنه دار و دسته بشار خوششون بیاد، یه 4 تا دمشق نشین بگم باریکلا، ولی آیا ایران سوریه را داعش حفظ کرد یا روسها؟ اینا که باخته بودن جنگو، این روسها بودن که نگر داشتن. و متاسفانه جمهوری اسلامی شرط اول یا شعار بزرگ استقلال رو زیر پا گذاشت. آقای پوتین رئیس جمهور تاتارستان رو میفرسته با رئیسی ملاقات کنه؟ یعنی تا این حد بدبخت روسها شدیم که ور می‌دارن یک گزارش میدن که خوندیم، اشاره بهش کردیم، که میگوین به نفع روس هاست که یا آقای رئیسی یا آقای حاج عزت مدیر اسبق رادیو تلویزیون یا آقای قالیباف بشن رئیس جمهور. خیلی جالبه، روس ها برای ما تعیین تکلیف میکنن، آرزوی چکمه و خلیج فارس تبدیل شده به آبتنی خودشون و زناشون تو جزیره کیش. داستان اصلا به کلی صورت مسئله عوض شد. حالا جمهوری اسلامی اصولا مبناش بر اینه که برو تو زمین خارجی بجنگ، افغانم بگیر بفرست اونجا بیچارا کشته بشن، جونشون ارزونه، تا مبادا به خونه خودت بیاد. این فکر جمهوری اسلامی بوده. در این حال دست تطاول گشودن و هلال شیعه رو که پریروز آقای نه این آقای خزعلی عزیزم، قیس گروه اصحاب الحق گفت چرا هلال، بدر شیعه، بدر شیعه میره بالا، بدر شیعه رو میخوام بالا ببرن. پس با این حساب تمام کشورهای سنی مذهب پشت عربستان سعودی میرن، یک متحدی هم مثل آقای ترامپ دارن علیه جمهوری اسلامی. مگه کاری داری؟ مگه جنگا عجیب غریبه؟ در یه دقیقه سیستم الکترونیک موشکی ایرانو متوقف میکنن و در عرض 15 دقیقه موشکای تاماهوک میان و سر تا سر زحمتی رو که 4 نسل از 100 سال بعد مشروطه تا حالا کشیدن همه رو به باد میدن. بله، جمهوری اسلامی، سیاست جمهوری اسلامی به شکلی که آقای نوری‌زاده اشاره کرد و مهمانان دیگر در منطقه و هر کس که از این انتخابات بیرون میاد رئیس جمهوری اسلامی.
با چنین خصوصیاتی هست و موانع همچنان هست و مطالبات و خواسته های حکومت دینی ایران. با شما از آن خواهیم بود. و موضوعات دیگر، رئیس جمهوری، حکومت فقیه و حقوق بشر در ایران. تا لحظاتی دیگر. همونطور که اشاره کردم، سیاست خارجی، سیاست منطقه‌ای و سیاست بین المللی در عرصه بین المللی یکی از محورهای مهم انتخابات حکومتی در ایران هست. اما مسائل عمده روزمره زندگی مردم که از 23 بهمن ماه 57 آغاز شد تا به امروز ادامه داره، با نوسانات مختلف همچنان در جریان است. مهمترین اونها حقوق بشر هست، روند اعدام هایی که در ایران انجام شده و اقدامات دیگه، زندانیان سیاسی و اقدامات دیگه. دو نامزد عمده، یکی آقای رئیسی هست، ابراهیم رئیسی، که از شرکای کشتار هست، کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60، و یکی دیگه آقای حسن روحانی، پرزیدنت شیخ حسن روحانی هست، که به هر حال یکی دیگه از شرکای کشتار زندانیان رو در کابینه خودش داره و طی این 30 چند سال هم به هر حال صاحب نقش‌های متعدد در مجموعه حکومت. گوشه ای از حرفای آقای روحانی رو با هم میشنویم و باز خواهیم گشت به مهمانان برنامه. آقای حسن روحانی: همونطور که در مسئله زنا قرآن میگه ولیشهد عذابهما طایفه من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم، عده ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن. عده داخل کشور هستند و حقوق بازنشستگی میگیرن، باز هم مشخص است دارن چه کار میکنن. عده دیگر هم اگر توطئه نمیکنن و سالم هستن، حداقل حقوق بازنشستگی کامل به اونها پرداخت نشه. معلوم نیست اونها در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن و نه بیشتر. آقای خزلی، ببینید این نکته ای که گفته میشه انسان ها متحول میشن، ما حتی در شیعه هم داریم حر ابن یزید ریاهی که از لشکر یزید جدا میشه، شم جدا میشه و میاد به این ور از لشکر یزید و به همراهان امام سوم شیعیان میپیونده و در جای دیگه این به جای خود هست. اما در عرصه سیاسی امروزه، در هر دموکراسی و هر جایی هم که مدعی دموکراسی از گذشته آدمایی که قرار کار مهمی بهشون واگذار بشه، به هر حال مهم هست. آقای روحانی سمت‌های مختلف حرفشون درباره اعدام‌ها، درباره افراد و شنیدیم، دیدیم بخشی از اینها رو، و طی این 4 سال ریاست جمهوری، درسته که آمدن و مدعی شدن که در ایران قوا از هم جداست، قضاییه جداست، مجریه جداست و از این صحبت‌ها رو ادعا کردن، اما آقای روحانی به عنوان یک روحانی شیعه، یک روحانی مسئول که اینجا هم استناد کردن به آیات قرآنی، به عنوان یک انسان های مسئولیت نداشتن اگه بی‌عدالتی هایی در مورد بسیاری شده اعتراضی بکن. چه تضمین هایی وجود داره که با اومدن هر کدوم، آقای رئیسی که مشخصه، آقای روحانی باز قدمی اساسی در نقض حقوق بشر برداشته نشه یا قدم اساسی برداشته بشه برای تامین حقوق بشر، و وزیر خارجه ایشون مثل آقای ظریف در مجامع بین المللی یا تلویزیون های مثلا اینجا آمریکا مدعی نشه که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. تفسیر شما رو میشنویم.
ببینید البته آقای رئیسی که امتحانش رو پس داده و قطعا عدالت اجتماعی در کارهای همه ما اجرا خواهد کرد و به هیچ کدوم از ما دو تا طناب دار نخواهد داد، به هر کسی که یک طناب دار، خیالتون راحت باشه، ایشون هنوز بر مواضع خودش هست. ما راجع به کسانی باید صحبت کنیم که با صدای بلند اگر خطایی داشتند یک غلط کردن بلند بگویند که ما مجاب بشیم که دیگه غلط نمی کنند. قطعا نقدی به همه اینها هست، چه راست، چه چپ، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا و آقای روحانی که افتخارش این است که حجاب اجباری رو او اول ابداع کرده است، یا همون سخنرانی که تقاضای اعدام در نماز جمعه ها می کند، همه اینها قطعا نقاط تاریک است. اینکه یک شخصیت چهره امنیتی بوده است، همه اینها از در ما نقاط تاریک است. اما فعلا اومده نداره اینها رو میگه و ازش انتظار داریم از اون گذشته هم اعلام براءت کنه. بله، ما نقد هایی که داشتیم تا همین یک هفته قبل، من میگفتم که اگر سه امضا در اون جنایت بشری و اعدام های بدون آیین دادرسی سال 67 باشه، امضای اولش نماینده وزارت اطلاعات یعنی آقای پور محمدیه، امضای دوم رئیسی و امضای سوم نگیری و اون دو امضای بعدی نگاه میکردن به دست آقای پور محمدی. با همه دردها و مسائلی که بیان کردیم، الان داریم همین انتخاب بین سبد آقای جنتیه و من فکر میکنم تضمینش مطالبات ماست. در چهار سال گذشته وقتی من داد میزدم که آقای روحانی چرا در مقابل خبرنگاران ننشست تا پاسخگو باشد، باید که حداقل ماهی یک بار در مقابل خبرنگاران می‌نشست و سوالات اونها رو جواب میداد، ضمانت اجرای در واقع وعده‌های مسئولین ماهی یک بار نشسته در مقابل مردم و خبرنگاران هست، خبرنگاران آزاد نگزینش شده که هر سؤالی رو بتونن انجام بدن و یک محاکمه است. باید که هر مسئولی ما یک بار آماده محاکمه باشه. انتظار ما اینه و جدا به عنوان یک مطالبه پیگیری خواهیم کرد و مردم قول میدیم که از ماه اول باز هم همان مطالبات و همان نقدها رو داشته باشیم. ما به کسی چک سفید امضا نمیدیم و مطالباتمون رو قوی‌تر میکنیم. من از مردم میخوام راه این که ضمانتی پیدا کنیم که مسئولین کارشون انجام بدن، فردا که کار تموم شد انشاءالله گشت پیروزی رو گرفتیم، از پس فردا وارد احزاب اصلاح طلب بشیم. این احزاب باید پشتوانه میلیونی پیدا کنند و مطالبات میلیونی سرشون بریده. الان حزبی نداریم، راستشو بخوان حزبهای یک نفره و چند نفره و بزرگترینش باندن. انشاءالله بایستی حزب بشن و بایستی ما بتونیم مطالباتمون از طریق احزاب اصلاح طلب و بعد هم مردم قدر اولش رو در جهت آزادی در باز میکنیم، مردم بیاید و این تشکیلات رو قوی کنیم که از الان بریم به استقبال فتح مجلس سال 98 و بعد دنبال این نکته رو دولت دموکراتیک سال 1400. حتما به نقطه اعزاب اگه وقت داشته باشیم میرسیم. اما آقای تهرانی، چون ارتباط ما قطع شد و در این فاصله با آقای تهرانی برقرار شد دوباره، ما دیگه که ویدئویی رو از آقای روحانی پخش کردیم که سخنرانی ظاهرا در مجلس بود اگه اشتباه نکنم، این که دعوت کرده بود که بیان و اعدام‌ها رو در ملأ عام در نمازهای جمعه انجام بدن، احتمالاً شما هم دیدید. حرف من این بود، پرسش من از آقای خزعلی این بود، شما جواب رو شنیدید، پرسش این بود که چه تضمین‌هایی وجود داره. ببینید اینی که یک انسان متحول میشه و از یه جای به یه جای دیگه میرسه بحث دیگریست، مسئولیت‌های عمده مثل رئیس جمهوری بحث دیگریست. چه تضمین‌هایی وجود داره که آقای روحانی که در 4 سال گذشته کوچکترین اعتراضی به نقض حقوق بشر در ایران نکرد و وزیر خارجه ایشون حتی در همین آمریکا جای دیگه تکذیب کرد ما زندانی سیاسی اصلا نداریم در ایران، چه تضمینی وجود داره که در 4 سال آینده اگر ایشون به ریاست جمهوری برسه گامی اساسی برای نقض حقوق، برای تامین حقوق بشر بردارن؟ برای نقض حقوق بشر که نیازی نیست تضمینی بگیرن، انجام میشه به خودی خود. شما آیا مسئله عمده نیست برای مردم ایران؟
آیا مسئله عمده فقط سیاست خارجیه؟ یعنی میشه آقای رفسنجانی بره با پادشاه عربستان بشینن با همدیگه مذاکره کنن روبوسی کنن، ولی در داخل ایران مثلا قتل‌های زنجیره‌ای داشته باشیم و اعدام‌های پیاپی و این مسئله نباشه در کارنامه آقای رفسنجانی یا بقیه، یا آقای روحانی یا آقای ظریف؟ بله اون روبوسی هم اتفاق نمیفته. یعنی اتفاقا یه چیز جالبی که در الان برای ما به عنوان ملت ایران و همچنین برای جهان وجود داره اینه که الان دوران ماه عسل آقای خامنه ای و آقای اوباما تمام شده. الان ما در یک جهان جدیدی زندگی میکنیم. نه دولت آمریکا، نه دولت عربستان، نه دولت اسرائیل، نه دولت های 57 کشور اسلامی ضد ایران بیانیه دادن. منزوی ترین کشوری که داره خودش رو مدعی اسلام میدونه. یعنی اینها فریب نمیخورن اگر ما فریب بخوریم. اگر آقای روحانی از توی صندوق در رای در بیاد که خیلی هم معلوم نیست، این پیروزی برای ما حساب نمیشه. من در اینجا اختلاف نظر دارم با آقای خزعلی به جهت اینکه اگر قرار بر بد و بدتره، اینکه بد و به دست بیاری که نباید برای خودت پیروزی حساب کنی. یعنی ما نباید این کار بکنیم اگر حتی مجبور به چنین انتخابی هستیم. اون روبوسی هم اتفاق نمیفته. حقوق بشر، سیاست خارجی ایران الان همش در هم تنیده است. این حکومت، حکومت قصابان، حکومت فساد. من اتفاقا دوست دارم این رو خدمت آقای خزعلی بگم، بیاین تعارف رو بذاریم کنار. ایده حکومت اسلامی که آقای خمینی آورده یک ایده پلشت بوده و اصلاح طلب ها دنبال آقای خمینی بودن. اینها این ایده رو ترک کردن، نه آقای خامنه ای. آقای خامنه ای که نقش کمتری تو این ماجرا داشته. فساد رو دارید میبینید، بیکفایتی مدیریتی رو دارید میبینید، تهاجم رو در کشورهای منطقه میبینید، نفرتی که مردم سوریه. ما کی به عنوان مردم ایرانی باید هوشیار باشیم که میبینیم دستمون در بزرگترین جنایت علیه بشریت فاجعه سوریه دستمون آلوده است؟ کی باید به خودمون تلنگر بزنیم؟ ما شرمسار مردم سوریه هستیم. اصلاح طلبا میان میگن که بیاین به روحانی رای بدید که مثل سوریه نشید. ما مردم سوریه باید الگوی ما باشن. در مقابل دیکتاتورشون ایستادن، ما کشتیمشون، ما بر روسیه کشتیمشون. حالا میگیم مثل اونها نشیم؟ اونها باید افتخار ما باشن، برادران ما، خواهران ما، شهیدان ما هستن کسانی که اونجا کشته شدن، بچه هایی که کشته شدن فرزندان ما هستن. کی باید تلنگر به همون بخوره که بفهمید حکومت آخوندی از ابتدا اشتباه بوده؟ و آقای خزعلی، آقای نوریزاده، آقای چلنگی، دوستان، کسانی که صدای ما رو میشنوید، این آخرین فرصت ها هستش که ما بتونیم با آرامش و در حالت مدنی با جمهوری اسلامی حرف بزنیم. با وضعیتی که داریم میبینیم ابناء و جیش الاحواز درست شده، یه عده میان با اسلحه شروع میکنن جنگ داخلی و اینها اتفاق بیفته، دیگه فرصتی نیست. ایران نابود میشه. ایران با این سیاستی که داره به سمت نابودی میره. هیچ تفاوتی بین آقای روحانی و رئیسی هم نیست. یک مورد به من نشون بدید که بجز این که شما سابقه آقای رئیسی رو میگید که قاتله، که خب همه قاتل هستن تو این زمینه، یک مورد به من نشون بدید که اون سیاست خارجیش فرق میکنه. احمدی نژاد مثال غلطیه، فالس انالوجی، یعنی قیاس مع الفارقه. احمدی نژاد یه آدمی بود. کی میگه رئیسی مثل احمدی نژاده؟ کی میگه تفاوت اینها مثل هم هستش؟ ما اینها رو بر مبنای یک خاطره تاریخی داریم میگیم که مشابه احمدی نژاد نشیم، یک وحشت اونجوری داریم. ولی الان وضعیت دنیا متفاوت هستش، وضعیت ایران متفاوت هستش و ما به سمت نابودی داریم میریم. تنها راهی که میتونیم نابود نشیم به عنوان مردم ایران اینه که با مهربانی به حکومت بگیم که ما حاضر میانجی بشیم بین شما و مردم. این وضعیت 180 درجه جمهوری اسلامی باید برگرده، نه 10 درجه 20 درجه. هیچ کدوم فایده نمیکنه، چون اونقدر در حال سراشیبی سقوط هستیم از جهت ثبات، از جهت امنیتمون، امنیت شهریمون، از همه جهت، که واقعا الان اون چیزی که به عنوان ثبات شناخته میشه یک حبابه.
اگر این بترکه هممون به سقوط خواهیم رسید و وضعیت خطرناکه. من به جهت نگرانیم به آقای روحانی رای ندادم. برمیگردیم به لندن و تفسیر آقای نورزاده رو درباره اون چیزی که دو مهمان ما گفتن. ایران در خطر هست با مجموعه جناهایی که هست، ایران رو دارن میبرن به طرف یک خطر. آنچه که آقای تهرانی گفت و آنچه که آقای خزعلی گفت در سبد آقای جنتی همینی هست که هست و باید با همین سبد از طریق این سبد به جایی رسید که اشاره کردن. تفسیر شما رو میشنم. ببینید اولا من بگم هر وقت این ویدیو آقای روحانی رو میبینم و بعد یاد حرفای مرحوم چمران میفتم که چمران رو چقدر بی لطفی بهش شد و اون آدم اونجور از ارتش دفاع میکنه، این در واقع برای من همیشه آزاردهنده است که آقای روحانی به محرومترین و مظلومترین قشر ملت ایران، یعنی ارتش، ارتشی که علارغم این حرفا دلاورانه از خاک ما در برابر صدام دفاع کرد، اینجور با بیمهری صحبت میکنه. بسیار این منو آزار میده. همونطور حرفایی که ایشون راجع به افسران دلاور نوژه زد، باری اینا میمونه در پرونده آدم، ثبت میشه، هیچ وقتم پاک نمیشه. اما نکته که من میخوام بگم، ببینید جناب چالنگی، حرفی که آقای خزعلی میزنه حرف درستی است. به این معنا شما فکر کنید فردا از این صندوق رای آقای روحانی اومد بیرون، آقای روحانی زیر منت همه مردمه، زیر منت همه اونایی که رفتن انتخابش کردن که رئیسی نیاد، آقای روحانی نمیتونه یه لیوان آب بخوره بخنده و بعدم با اخوی برن تو اتاق بشینن فوتبال تماشا کنن. نه، باید آنچنان هزینه‌ای بر آقای روحانی تحمیل کرد. یعنی تازه مبارزه مردم فردا شروع میشه، تالا هیچی نبود، از فرداست که مردم باید گریبانشو بگیرن. آقای روحانی بهت رای دادیم نه اینکه بهت اعتماد داشتیم، برای اینکه اون جنایتکار رو نمیخواستیم باشه، حالا چون بالا تو کمتر بود به تو رای داد. اما این منظور بود آقای روحانی نمیتونه همینجوری بشینه بچه های ما برن تو سوریه سوریا رو بکشن خودشون هم کشته بشن. آقای روحانی نمیتونه بشینه دولت ایران به جان که اگه کمک میکنه اون رژیم گذشته که اینا اینقدر بهش بد میگن، برای فلسطینی ها اردوگاه ساخت، برای یمنی ها تلویزیون درست کرد. آقای چالنگی شما در تلویزیون بودی، یادته اون بچه های یمنی رو خود درس دادی بهشون، اینا پاشتن رفتن تو کشورشون، مرحوم جعفریان رفت برشون تلویزیون درست کرد، جمهوری اسلامی موشک زلزال میده بهشون. آقای روحانی باید جواب بده به مردم که میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. اینه که من میگم آقای خزعلی راست میگه، از فردا باید یقه آقای روحانی رو اگه برنده شد گرفت. آقای روحانی وظیفت اینه، سندیکای کارگری الان میدونم دوستان آقای اوسانلو، آقای اوسانلو اینا تظاهرات دارن میکنن، باید اینا از فردا گریبانش رو بگیرن. معلمای عزیز ما، ارتشی های ما که همینجوری حقشون رو خوردن و مجال حرف زدن بهشون ندادن، کارگرای ما، آقای روحانی باید جواب بده چرا ناصر ابوالمکارم شکر فروش شیرازی باید صنعت شکر کشور رو نابود کنه. باید جواب بده، باید جواب دزدی ها رو بده، چرا یقشون نمیگیری؟ شما که میدونی رستم قاسمی دزده، وقتی رهبرون رو انتخاب میکنه رابطه اقتصادی با عراق سوریه، چرا نمیری جلوش بیستی؟ الان دیگه آقای روحانی بهانه‌ای نداره. این چهار سالی که شاهد حوادث مهمی توش خواهیم بود. بله آقای نورزاده اشاره کردن به یمن. یمن برای راه اندازی تلویزیون خود شبکه تلویزیونیش از ایران کمک خواست، گروهی رو دانش آموز فرستادن که در اون زمان رادیو تلویزیون ملی ایران هم نهایت همکاری رو کرد و در اونجا گروهی رو هم فرستادن برای دیدن آموزش در مدرسه عالی تلویزیون و سینما که آقای قطبی، مهندس قطبی مدیر عامل تلویزیون ملی ایران و آقای جعفریان روان شاد که اعدام شد در این حکومت،
همکاری های بسیار گسترده رو زمین سازی کردن برای راه اندازی تلویزیون یمن. چون این رو هم من بگم، دکتر محمودی معاون تلویزیون ایران، دکتر کامبیز محمودی که اندروس باشه در همین مریلند، ایشون سالها رئیس اتحادیه سازمان های رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه بودن به اعتبار شبکه های تلویزیونی ایران که در حال توسعه بود. اما آقای خزعلی، یک نکته رو من اشاره بکنم، این که ببینید آیت الله خمینی وقتی آمد و رهبری انقلاب رو در میون، به هر حال ایران دارای نهادهای سیاسی بود، هرچند فعال نبودن، ولی از جبهه ملی قدرتمند بود، حزب توده سابقه طولانی داشت و و و جریان روشنفکری، نویسندگان، شعرهای ما، کانون نویسنده، همه اینا فعالیت داشتن، حضوری فعال و راهبردی در عرصه سیاسی اجتماعی ایران داشتن آشکار و نهان، و روحانیت معترض هم طبعا. اما آیت الله خمینی به اعتبار سابقه روحانیت شیعه، به اعتبار کارهای خودشون درست یا غلط در سال 42 آمدن و این رهبری رو به دست گرفتن و شدن رهبر جمهوری اسلامی و روحانی بودن که قتلی مرتکب نشده بودن، دزدی نکرده بودن و یک سابقه و ضمیر 500 ساله روحانیت شیعه هم پشت سر خودشون داشتن. وعده هایی که داد به همین ارتش ایران که شما آقای خودتون باشید و ارتش هم بی‌طرف شد، چرا بماند، ولی بلافاصله اعدام ارتشیان آغاز شد. به اکثر وعده هایی که داد تخلف کرد آقای خمینی. چه انگیزه و اعتبار رو هست که روحانیتی که امتحان خودشو در این 30 چند ساله داده، همین آقای روحانی، دوباره الان به این شکل آمده و فرض کنه این وعده ها رو دادن، این آن این کار میکنم اون کار نمیکنم، اجازه دادن به دختران در کمپین هاشون مثلا موها رو تا اندازه بیرون بزن و از این کار، تو چه اعتباری هست که اینها به وعده های خودشون عمل کنن، آقای روحانی یا هر کس دیگه؟ مگر اینکه البته اشاره شد آقای نوری‌زاده هم گفت مردم باید حضور فعال داشته باشن، یقه روحانیت رو بگیرن، که البته میدونید روحانیت هم یقه چندانی نداره. بفرمایید. عرض کنم که اینها اعتباری بهشون نیست، کما اینکه در این قریب 14 دهه پاسخگو نبودن. و من فکر میکنم اون چیزی که ما باید دنبال ضمانت باشیم ایستادگی خودمونه، ایستادگی مردم. من عرض کردم در اونجا هم به مردم گفتم از فردای انتخابات وارد احزاب بشید، هر ایرانی باید عضو یک حزب باشه و این احزاب قوی و قدرتمند شکل بگیرن و مطالبات رو انجام بدن. اگر هنوز حزب شکل نگرفته، خود ما باید بیستیم. من به سهم خودم به عنوان سرباز این مملکت نیستم و مطالبات رو از فردا بیان میکنم و اجازه نمیدم آقای روحانی بگه خب الحمدلله تموم شد، 4 سال دیگه کسی با ما کار نداره، 4 سال دیگه هم که رأی نمیخوام. نه، باید مطالبات از همین فردا جدی پیگیر بشیم و قطعا ایستادگی مردم میتونه این مطالبات رو محقق کنه و شدنی از رفع حذف حزب تا بقیه. این هم که شما فرمودین آقای ظریف اونجا گفته زندانی سیاسی نداریم، خود آقای روحانی هم در بندر عباس در اونجا گفتش که ما زندانی سیاسی نداریم. دردهای ما همینه. این مدتی که من با آقایون اصلاح طلبان بحث میکردم این بود که ایشون یه عذرخواهی هم نکرده، میگه زندانی سیاسی هم نداریم. در وزارت کشور موقع ثبت‌نام در سخنرانی عرض کردم اون منکر وجود منه، چطور میخواد من ازش حمایت کنم؟ اصلا من اینکه وجود ندارم، هویت من زندانی سیاسیه. از این گلایه ها تا دردون بخواد بسیار زیاده و قطعا بایستی بیستیم. این انتخاب در واقع نگفتن بود، یک انتخاب سلبی بود. نه بخواستیم بگیم به جناح حاکم و آقای رئیسی نماد جناح حاکم بود، با تمام کاستی ها، با تمام بدی ها، با تمام کجی ها، با تمام خشونت ها، انحصار طلبی ها، استبداد رأی و خودخامگی، همه شما جمع کردیم در آقای رئیسی. آقای رئیسی هم به حمدالله قریب 20,000 اعدام بدون آقای دادرسی داشت در پرونده که من عرض کردم اگر با همین قوانین و فقه و شرع خودمون
ایشون محاکمه بشه بالاخره ولی دمی وجود دارد، 20,000 قصاص باید برای ایشون صادر بشه نه رئیس جمهور بشه. من فکر میکنم مطالبات مردم باید انجام بدن، ساعتهای کمی مونده البته پخش شما که بعید میدونم مستقیم باشه، ولی فرصت کمی است که مردم باید بیان پای صندوق مشارکت. حالا موضوعات بسیاری هست که در فرصت های بعدی احتمالا پای خیلی فاصله است، باید مردم بیان. متاسفانه ارتباط ما با آقای جلالی تهرانی قطع شده، ارتباط تلفنی تصویری صوت و تصویر همه با هم قطع شده و ایشون در دقایق پایانی برنامه با ما نیستن و اشکالات گفتم در ارتباط با تهران. آقای خزلی اگر اشکالات فنی میبینید که به گوش میاد یا به چشم خواهید بخشید. آقای نوری زاده، ببینید در کنار این انتخابات که به هر حال گفتنی ها بسیار هست، انتخابات شوراهای شهر هم هست. ظاهرا در بسیاری از جا از جمله خود تهران هم شوراهای شهر شدن عصای دست عده‌ای که بیشتر مساله شخصی خودشون رو دنبال میکنن تا مساله شهر و مردمان شهر. تفسیر شما رو میشنویم جناب چالنگی. از دور دوم شورای شهر، انتخاب شورای شهر که مردم تحریم کردن، 12-13% شرکت کردن، این شورا افتاد دست بانده رئیس مافیایی به نام آقای چمران که برخلاف مرحوم مصطفی چمران برادرش به حال از بستر نهضت ملی نیومده، از تای بازار و از روی دامن هاچبیب مؤتلفه بزرگ شده، افتاد دست اونا. تحفه‌ای به نام تحفه آرادانم دستپختشون بود احمدی نژاد و دیدیم تبدیل شد به یه ارگان مشارک در دزدی و در بالا کشیدن زمین مردم و امتیاز دادن. اما در خیلی از شهرستان ها، در خیلی از جای کوچک، در یک نقطه‌ای در بنپور بلوچستان که یک بانو میشه رئیس انجمن شهر، رئیس شورای شهر، یا در یک جایی که یک شهردار در منطقه ترکمن صحرا میاد اداره امور به دست میگیره، این شوراها به نظر من مثبت‌ترین عملی بود که در زمان آقای خاتمی از قول به فعل درآمد. امیدوارم این دوره شاهد یه تحول اساسی توی شورا باشیم. شهر تهران مشکلات عجیب داره. 12 سال آقای قالیباف با دور زدن قانون کارهایی کرده که حالا حالا باید جواب پس داده بشه. بنابراین امیدوارم در این انتخابات که به هر حال مردم حداقل میدونم در شهرستانها در جاهای کوچکتر با رغبت بیشتری شرکت کردن و در تهران هم که شاید به خاطر نگرانیشون برای وضع آب و هوا، زمین‌های بندزه و جه و چیزهایی که الان اونجا وجود داره، داستان شهرداری با زمین شهری که خودش یک تراژدی بزرگ است، امیدوارم این انتخابات در یک نتیجه با نتیجه بهتری پایان بگیره و اونطور که آقای خزعلی گفت اون 21 نفر بتونن برن ببینیم دستپخت اونا چه خواهد بود. به پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزار هستیم آقای علیرضا نوری‌زاده در استودیو مرکزی ایران فردا لندن و آقای مهدی خزعلی در تهران. با سپاس از شما و سپاس از آقای مهدی جلالی تهرانی در سان فرانسیسکو که متاسفانه ارتباطشون با ما قطع شد، سپاسی از ایشون داریم. با ما در تماس باشید، از طریق شماره تلفنی که میبینید پیام های خودتون رو بگذارید.